خانم ها آقایان، با گرمترین درودها به برنامه پرسش و پاسخ از لندن خوش آمدید. امیدوارم خوب و سلامت باشید. این برنامه را میتونید در وبسایت bijanfarhoodi.com و همینطور شبکه‌های اجتماعی یوتیوب، تلگرام، توییتر، فیسبوک، اینستاگرام و شبکه ایدیا تیوی از طریق GLWiz تماشا کنید. مهمان برنامه این جمعه 23 مهر 1400 رضا تقی‌زاده هستند، تحلیلگر مسائل ایران در اسکاتلند. درود بر شما آقای تقی‌زاده در گلاسگو و بر شما آقای فرهودی در لندن. آقای تقی‌زاده، با برجام شروع کنیم که هنوز دغدغه اصلی قدرت‌های بزرگ با جمهوری اسلامی است. هفته پیش امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه برای بازگشت ایران به مذاکرات وین آزادی 10 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران رو طلب کرده بود که این درخواست از طرف آمریکا رد شد. یکی از خبرنگاران دیپلماتیک روزنامه شرق توییتی در مورد روند بررسی برجام زده که براتون بازگو میکنم. نوشته است که دولت در جمع‌بندی های خودش در 3 مورد به قطعیت رسیده. اول بازگشت به وین، دوم پیگیری پرونده در وزارت خارجه تحت نظارت شورای عالی امنیت ملی و تغییر چهره رئیس تیم مذاکره کننده و واگذاری این مسئولیت به معاون سیاسی جدید وزارت خارجه، یعنی علی باقری. ضمناً شنیده ها حاکی است که کاظم غریب آبادی، همان دیپلمات فحاش، به یک خانم تظاهر کننده ایرانی در روز نخست مذاکرات برجام در چند ماه پیش در تیم جدید همچنان عضویت دارد. دکتر تقی‌زاده، در این میان دو نکته در ابهام قرار داره. یکی زمان دقیق بازگشت ایران به وین و دیگر اینکه آیا جمهوری اسلامی مذاکرات رو از نقطه توقف ادامه میده یا قصد داره مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا برای احیای برجام رو از نقطه صفر شروع کنه. آقای انریکه مورا، معاون جوزف بورل، دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا، در سفرش به تهران این هدف رو تعقیب میکرد و احتمال بسیار قوی وجود داره که مورا با یک تاریخ مشخص برمیگرده به اروپا و این تاریخ رو در اختیار سه قدرت بزرگ، اتحادیه اروپا و آقای جوزف بورل قرار میده. این که مذاکرات انجام میشه، شما درست میگید، تصمیم قطعی حکومت. تاریخش احتمالاً آقای جوزف بورل یک عده‌ای رو نمکگیر کرده با رفتنش به تهران زمان تحلیف ابراهیم رئیسی، حضور او در مجلس برای او یه مقدار هزینه دار بود. انتقادات بسیاری رو متوجه او و دیپلماسی اتحادیه اروپا در ارتباط با جمهوری اسلامی کرد، ولی با این کار یه عده‌ای رو نمکگیر کرد و انتظار او این است که دست کم بتونه این تاریخ آغاز مذاکرات رو با خودش ببره. ولی در کنار این موضوع به مسائلی که باید مذاکرات رو، یا اینکه میگم باید از دید اتحادیه اروپا است، از دید آمریکا است، به نوعی از نتیجه برسه. شما اشاره کردید که مذاکرات از نقطه صفر آغاز بشه و یا اینکه از ادامه مذاکراتی که در دور ششم متوقف موند و بی نتیجه مونده بود. انتظار آمریکایی ها این است که مذاکرات رو از همون جایی آغاز بکنن که ختم کردن. با روسا هم در این مورد آمریکا و اروپا به توافق رسیدن.
آقای اولیانف نماینده روسیه در وین چند روز پیش در یک توییت این رو به نوعی مطرح کرد که انگاری شکل تهدیدآمیز داره و این در جهت خواسته های جمهوری اسلامی است، ولی عکس اینه. جمهوری اسلامی میخواد خواسته های تازه‌ای رو مطرح بکنه، میخواد انتظارات نوعی رو روی میز مذاکره بگذاره و انتظارات بخشش این است که تحریم ها رو قبل از اینکه ما برگردیم به تعهداتی که لغو کردیم برداریم. خب این خواسته برای نه آمریکا امکان پذیره نه اروپا با اون موافقت میکنه. از طرفی ابراهیم رئیسی و دولتش میخوان که یک تفاوتی با دولت روحانی داشته باشن، چون اونها رو متهم میکنن به ضعیف بودن و این درست نقطه ایست که امکان رسیدن به نتیجه رو از دیپلماسی میگیره. وقتی میگم دیپلماسی، نوعی از دیپلماسی، دیپلماسی این است که من و شما روی میز بنشینیم و با هم مشکل داشته باشیم و با هم در طول مذاکرات رفیق بشیم. همین ارتباطی که جواد ظریف با جان کری برقرار کرد در طول 2 سال مذاکراتی که با اونها داشت. واقعا ظریف هیچ کاره بود در این مذاکرات، به دروغ میگفت، مدعی شد که وقتی مورد انتقاد قرار گرفت که این سند رو نخونده، چون 4 جا از قضیه لغو تحریم ها، تعلیق تحریم ها صحبت میشد و این آدم منکر بود که چنین چیزی بود، یه جا ادعا کرد که نه من برجام رو نوشتم. نه آقای ظریف، شما دروغ میگی، شما ننوشتید. اون کسانی نوشتن که مامورین حقوقی جمهوری اسلامی هستند، بیش از 10 نفر از کسانی که استخدام کرده جمهوری اسلامی به عنوان حقوقدان متن سند رو میشینن مینویسن، تخصصشون این کار هستن، قرارداد نوشتنه و این قراردادها چارچوب داره و آقای ظریف حالا اینو پای خودش مینویسه. ولی از این دیپلماسی که اشاره کردم، صحبتم یه خود طولانی شده آقای فرودی، چون ضروری است اینو من توضیح بدم، یادآوری بکنم که در دیپلماسی رفاقت اثر داره، ولی مذاکرات وین مثل بوعلی سینا و مریضی است که موش بود و تو اتاق بغلی گذاشته بودن، نخ به گردنش بسته بودن و از بوعلی میخواستن که براش معالجه، راه معالجه پیدا بکنه. البته بوعلی فهمید و گفت که ببخشید، تناب بگن، نخ به گردن گربه بسته بودن، گفت مریض شما موش میخواد. حالا این مذاکرات هم واقعا همینطوری داره صورت میگیره و فریاد این آقای مالی درآمده که دیپلماسی از پشت درهای بسته غیر مستقیم امکان پذیر نیست، یعنی نمیشه واقعا شرط و شروط رو در جا تعیین کرد. رفتن باقری کنی هم به جای عراقچی یک تغییر دوباره درست میکنه، برای اینکه باقری کنی به زبان گفتگو آشنا نیست، با سابقه این گفتگوها هم خیلی آشنا نیست، داره خودش آماده میکنه. مشکل سومی که وجود داره این است که حاکمیت رو ظاهرا از نظر سیاسی به شورای امنیت ملی سپردن، در حالی که روی قضیه دیپلمات ارشد وزارت خارجه باید این مذاکرات رو هدایت بکنه. البته باقری کنی از نظر شخصیت به شورای امنیت ملی نزدیکتره تا به خواسته هایی که در وزارت خارجه در زمان روحانی وجود داشت. به هر حال مذاکرات بسیار پیچیده ای خواهد بود که من باور ندارم به آسونی به نتیجه برسه. بله، این اشارتون به دیپلماسی کاملا صحیحه. اصولا به نظر شما دکتر تقی‌زاده، این روش مرسوم جمهوری اسلامی که حاضر نیست با آمریکا مستقیما وارد مذاکره بشه، که میدونیم سابقه اون به لجبازی خمینی و بعدش هم خامنه‌ای برمیگرده، این چه تأثیری بر روند مذاکرات داره؟ یعنی اگر تهران و واشنگتن میتونستن بدون پادرمیونی اروپایی‌ها، روسیه و چین بشینن و با هم صحبت کنن، به قول شما یک رفاقتی هم ممکن بود بینشون به وجود بیاد، آیا در انجام مذاکرات تسهیل صورت نمی گرفت و طرفین زودتر به اهداف خودشون نمی رسیدن؟ و سوال بعدیم در رابطه با آقای باقری کنیه، می دونیم که ایشون معاون سعید جلیلی بود در مذاکراتی که چند سال پیش برگزار شد و می دونیم با در زمان جلیلی هیچ پیشرفتی در این مذاکرات اتمی حاصل نشد. آیا ممکنه علی باقری کنی هم در واقع دنبال کننده یه همون خط مشی باشه که سعید جلیلی بود؟ نمیشه آقای فرهودی روند تفکر یا خواسته های یک فرد سیاسی رو بدون در نظر گرفتن شرایط محیطی و شرایط زمان مورد قضاوت قرار داد. دوران جلیلی تمام شد، باقری کنی همون آدمه،
ولی خامنه ای هم رفتارش وقتی که عنوان رئیس جمهور رو داشت با رفتارش در زمانی که رهبر جمهوری اسلامی شد خیلی فرق داشت، واقعا خیلی فرق کرد. این انتظار رو باید در وضعیت آقای علی باقری کنی هم داشته باشیم. باقری کنی وقتی عنوان معاون جلیلی به این مذاکرات ملحق شد، یکی از بازدارنده های اصلی بود و تفکری دنبال میکرد که منبعث از اون نظر آقای لاریجانی، علی لاریجانی دبیر پیشین وقت جمهوری اسلامی بود، که میگفت ما یک در رو، یک گوهر رو دادیم و یه چیزی قاقالیلی گرفتیم یا آجیل گرفتیم، در آب نواچوبی گرفتیم. در همین حد مقایسهش درست همین است که شما میگید. باقری کنی در این خط قرار داشت، ولی الان وضعیت فرق کرده. باقری کنی البته هنوز خودش باقری کنی است، این هنوز قبل از اینکه به وزارت خارجه بره، یعنی وقتی که آقای ظریف وزیر هست و یک ملاقات میکنه با وزیر خارجه هند، باقری کنی رو شورای امنیت ملی به عنوان وردست میفرسته و این کنار آقای جواد ظریف توی عکس‌ها دیده شد که نشسته بود و یکی از دو نماینده بود که پیش از تغییر دولت شورای امنیت ملی به وزارت خارجه فرستاده بود تا در گروه مذاکره کننده وین عضو باشن. بنابراین تصمیم از قبل گرفته بودن که چه چهره‌هایی رو به این مذاکرات بفرستن. با این حال من تصورم این است که نمیتونه جمهوری اسلامی انعطاف ناپذیری زمانی رو حفظ بکنه که آقای جلیلی دبیر شورای امنیت ملی بود، ولی با این وجود ایشون بی بهره از دیپلماسی است، از همین کسانی است که توی دانشگاه صادق درس خونده و نقطه نظرهای بسیار تندی داره و کمتر میشه انتظار داشت که هیچ رابطه دوستی با هیچ کدوم از این عوامل پیدا بکنه. ولی برگردم به نکته‌ای که شما به اون اشاره کردید، چرا مذاکره مستقیم با آمریکا صورت نگیره؟ مگه در دو سالی که جواد ظریف و تیم او با تایید علی خامنه ای رو در رو با وزیر خارجه و تیم وزرای آمریکایی نشستن و گفتگو کردن، احترام اینها کم شد؟ خط مقدم جبهه ضعیف‌تر شد؟ عمامه آقای خامنه ای رنگش تغییر کرد؟ واقعا چه اتفاقی افتاد؟ به کجای اسلام لطمه خورد و چرا با بلاهت ابزارهایی که ابزارهای شناخته شده دنیای امروز هستن به زیان خودتون ندیده میگیرید؟ اگه حرف حساب و منطقی داری بشین با کسی که دشمن خودت تلقی میکنی اون رو در میون بگذار. این قضیه شاید آسیبش بیشتر از اون است که ورزشکاران ایرانی رو برای روبرویی با ورزشکاران اسرائیلی پرهیز میدن و چوبش رو میخورن، ورزش ایران عقب میفته، مردم ناراضی تر میشن، قهرمان ها دل زده تر میشن، به جای اینکه برن به نوعی حالا برای 5 دقیقه تبلیغ میشه برای جمهوری اسلامی با پرچم جمهوری اسلامی مذاکره بکنن، مبارزه بکنن، میرن به کشورهای خارجی پناهنده میشن. چرا آخه بلاحت تا چقدر؟ دنیای امروز دنیای لجبازی به این صورت ابلهانه نیست، ولی جمهوری اسلامی در جایی که درست نیاز به این داره که دیپلماسی در جایگاه طبیعی خودش بشینه با منع مذاکرات مستقیم و قبول مذاکرات غیر مستقیم، اصلا ابلهانه خنده داره بشینن اتاق بغلی و مذاکرات رو به صورت غیر مستقیم انجام بدن. این خودش یکی از بازدارنده های بزرگ خواهد بود که مذاکرات احتمالی وین رو از رسیدن به نتیجه میتونه باز بداره. دکتر تقی‌زاده، یکی از خبرهایی که در این هفته داشتیم این بود که آقای لاپید وزیر خارجه اسرائیل گفته که با مشاور امنیت ملی کاخ سفید آقای سالیوان درباره طرح جایگزین برجام مذاکره کردم. این دیگه معنیش چیه؟ این مذاکره روز چهارشنبه صورت گرفت، روز سه‌شنبه صورت گرفت، روز چهارشنبه با ملاقاتی که آقای لاپید با آقای بلینکن داشت ادامه پیدا کرد و در شاید قلب این قضیه نکته است که شما به اون اشاره میکنید، این که طرح جایگزین اگر مذاکرات به نتیجه نرسید چی خواهد بود. من تصور میکنم که امیدهای دولت بایدن برای به نتیجه رسیدن مذاکرات وین و یا احیای برجام در حال از دست رفتنه و دارن یواش یواش قبول میکنن که برجام تکرارش، تجدیدش امکان پذیر نیست به حکم اعداد، ارقام، به حکم محتوایی که برجام داره و رفتارهایی که جمهوری اسلامی صورت داده.
دستاورد هایی که در طول این سال ها در طول یک سال نیم حداقل زمانی که تحریم ها رو تعهداتش جمهوری اسلامی پشت سر گذاشت و اینا واقعا قابل تجدید نیست، قابل گرفتن از جمهوری اسلامی هر ایرانی نیست. من برمیگردم به اینجا، شما مطالبی مطرح میکنید که واقعا چند بُعد داره و اگر به همه این جوانب نپردازیم حق کلام رو ادا نکردیم. اینجا من باید تاکید بکنم ساختن بمب اتمی الان در گروه تصمیم سیاسی است، نه رفع مشکلات فنی. در این مورد من با آقای رئیس سابق موساد آقای کوهن اختلاف نظر دارم. او از دید اسرائیلی ها این قضیه رو میبینه و میخواد یه مقدار جا درست بکنه برای اینکه اگر ما در اقدامات ایزاییمون تاخیر کردیم به این علت است که جمهوری اسلامی واقعا به بمب اتمی نزدیک نیست. نه هست، واقعا هست. این نکته ایست که باید پذیرفت و اون چیزی که نمیشه از جمهوری اسلامی، نمیشه از ایران گرفت، این است که در ایران غنی سازی با غلظت 60% صورت گرفته. این نزدیک به غلظت نظامیه، یعنی هر موقع اراده بکنن میتونن با غلظت نظامی که باید ذخیره انفجاری شکم بمب رو درست بکنن غنی سازی بکنن. فلز اورانیوم درست کردن، این کار رو دارن ادامه میدن. 20 سال پیش ایران این کار درش در حد آزمایشگاهی انجام شد، حالا دیگه شکل نیمه صنعتی گرفته و میتونن فلز اورانیوم درست بکنن. سانتریفیوژ هایی که تو ایران به کار گرفته میشه الان با سانتریفیوژ های 25 سال پیش که مدل قدیمی 60 سال گذشته مورد استفاده پاکستان بود نیست. با خرید قطعات، طرحهایی که از این بر اون ور آوردن، الان سانتریفیوژ هایی با ظرفیت گردش بسیار زیاد و غنی سازی 4 تا 6 برابر ظرفیت سانتریفیوژ های پیوان الان در ایران موجودی دارن و هیچ کس نمیدونه چه تعدادی از این سانتریفیوژ ها در کجا انبار شده، به خصوص در این 3-4 ماهی که دوربین ها رو خراب کردن، شکستن و چی کردن. هیچ رکوردی، آماری، ارقامی از این که چند تا ساخته شده و کجا برده شده وجود نداره. بنابراین قضیه دست پیدا کردن ایران به بمب اتمی رو باید فقط یک مسئله سیاسی دونست. مهم نیست که در ایران یک دولت ملی سر کاره، یک دولت ابلهانه دیکتاتوری مثل جمهوری اسلامی سر کاره. باید اراده نداشتن بمب رو در حکومت دید و یا برعکس اراده ساختن بمب اتمی رو. آفریقای جنوبی رهبرانش تصمیم گرفتن با اینکه بمب هم 5 تا داشتن اینا رو تحویل بدن. در جمهوری اسلامی علاقه به ساختن بمب وجود داره و اینه که خطر در دنیا ایجاد کرده و این خطر رو نمیشه فقط با قبول یک قرارداد 2 ساله خونسا کرد. این بلاهته، این رو باید با آقای بایدن یادآوری کرد که آقا این بلاهته. برای اینکه طرح امنیت ملی برای کشور دست کم باید 5 سال زمان داشته باشه و قراردادی که به عنوان برجام یا توافق برجام صورت گرفت این فازها رو به صورت فشرده ولی به هر حال با این فازهای 4 ساله 5 ساله در نظر گرفته شده بود، در نظر گرفته بود. مرحله اول این قرارداد یا پیمان یا توافق تمام شده، مرحله دوم از عمرش فقط 2 سال باقی مونده. شما چطور میتونی توافق رو احیا بکنی در فاصله 6 ماه آینده، 3 ماه آینده میلیاردها پول در اختیار جمهوری اسلامی قرار بدی و بعد خودتو با این خطر رو برو بکنی که در انتهای 2 سال آینده جمهوری اسلامی آزاد باشه به هر تعداد که میخواد سانتریفیوژ نگه داری؟ قانونن مطابق تعریفی که در قطعنامه 23 که شورای امنیت شده آزادی افزایش تعداد سانتریفیوژ ها رو به جمهوری اسلامی دادن. حالا با چه خاطر جمعی دولتی که حتی نمیدونه آیا در پایان عمر 4 سالش دوباره انتخاب خواهد شد در واشنگتن تعهدی رو به منطقه تحمیل بکنه و خودش بپذیره که پایداریش حداکثر 2 ساله و یقینا در پایان این دوره با آمدن رئیس دولت دیگری در کاخ سفید اون رو میتونه لغو بکنه. به هر حال توافقی است که توافق ناقصه، توافقی است که عیب‌های زیادی در زمان خودش داشت و حالا سر شدن زمان 6-7 ساله این عیب‌ها رو بیشتر از پیش کرده. اینهاست مشکلاتی که پیش روی برجام قرار داره و آقای بایدن از باز کردن در این دیگ و واگو کردن واقعیات درون اون پرهیز میکنه. بله دکتر تغزاده لطفاً کوتاه پاسخ بفرمایید، آیا امکان این هستش که پرونده اتمی ایران مثل سال 2006 دوباره
به شورای امنیت ارجاع بشه؟ بله، و اگر از من میپرسید باید. اگر این دیپلماسی رو آمریکا از پیش اتخاذ کرده بود، دولت بایدن، و برگرداندن پرونده اتمی ایران به شورای امنیت در دستور کار قرار می گرفت، شاید وضعیت به وضعیتی که امروز هست نمی رسید. این رو آقای بایدن هنوزم داره ازش پرهیز میکنه، در حالی که ابزار کار رو در اختیار داره. آقای فرهودی، آمریکا همونطور که داوطلبانه از برجام بیرون اومد و هیچ کس نگفت که کار خلاف قانون انجام داده، به همون صورت به عنوان عضو شورای امنیت میتونه عضو گروه ناظر بر اجرای برجام باشه. این تعریف در قطعنامه 231 شورای امنیت با صراحت ازش یاد شده. ولی حتی اگر این مورد رو از نظر حقوقی مورد بحث قرار بدن و در یک دادگاه فرضی که وجود نداره آمریکا رو محکوم بکنن که تو حق نداری برگردی به برجام، اروپا که میتونه بله. و آمریکا با یک تلنگر میتونه مثل کشور اروپایی یا دو کشوری که عضو شورای امنیت هستن، سه کشور ناظر بر اجرای برجام هم در اون گروه وجود دارن، ولی دو کشور عضو شورای امنیت هم. به راحتی اون چیزی که به عنوان تهدید دو سال پیش وزیر خارجه فرانسه آقای ماس مطرح کرد، تهدید کرد که ما پرونده رو داریم بررسی میکنیم که مکانیزم ماشه رو به کار بگیریم، الان میتونه انجام بده. حتی اگر آمریکا نتونه و نخواد و بگن که نیا، اروپایی ها به راحتی میتونن پرونده ایران رو به شورای امنیت ببرن. البته وضعیت خیلی فرق برای جمهوری اسلامی نخواهد کرد در شروع کار، ولی در ادامه کار چرا؟ برای اینکه آمریکا با اروپا نشون میدن که در مورد بازداشتن جمهوری اسلامی از دست پیدا کردن به برنامه اتمی جدی هستن، و اگر این مورد گرفته نشود پرونده ایران ما شکل امنیتی پیدا میکنه. وقتی شکل امنیتی پیدا کرد، استفاده از نیروی نظامی برای خونسا کردنش مطابق باز تعریف منشور ملل متحد بند 41 بند 7 هم یک کشوری که احساس خطر مستقیم میکنه و هم جامعه جهانی قادر به مقابله نظامی هستن، و این جمهوری اسلامی رو سر فکر میاره، سر هوشیاری میاره. الان فکر میکنه میدان بازیست، داره میره، یک آدم پیرمردی نشسته در کاخ سفید که اراده تصمیم گیری هم نداره، و وقتی هم تصمیم میگیره تصمیم غیر عقلی است، حرف بقیه هم شاید قبول نمیکنه با همون لجاجتی که از خودش تا به حال نشون داده، و جمهوری اسلامی مقابله با یک نیروی نظامی نخواهد داشت. درست. و این رو آقای رئیسی هم با همه بلاغتش پذیرفته، در حالی که اگر پرونده به شورای امنیت ملی بره، شورای امنیت بره، وضعیت کاملا فرق خواهد کرد در نهایت. و در چنین شرایطی روسیه و چین هم نمیتونن ایران رو پروتکت کنن و ازش محافظت کنن. نمیخوان پروتکت بکنن، نمیخوان. آقای فرهودی، روسیه و چین در گذشته از سال 2006 تا سال 2011 6 قطعنامه تنبیهی و توبیخی شورای امنیت رو بدون اما و اگر امضا کردن. چین و روسیه مخالف مسلح شدن جمهوری اسلامی به بمب اتمی هستند. در ظاهر بازار دارن، دلگرمی میدن، ولی وقتی کار به جای حساس رسید همون خواهند کرد که در گذشته کردن. و این نکته است که در سفر هفته آیندهش به مسکو آقای بنت با آقای پوتین در میان خواهد گذاشت. بله. خب، در نخستین روز هفته از ورسای خبر رسید که ابوالحسن بنی صدر 88 ساله، اولین رئیس جمهوری اسلامی ایران، بعد از نبردی طولانی با بیماری در بیمارستان درگذشت. بنی صدر چهره بحث‌انگیز و مخالف حکومت شاه بود که همراه با ابراهیم یزدی و صادق قطبزاده از یاران نزدیک خمینی محسوب می شدن و در ایران بعد از انقلاب به مثلث بیق معروف شده بودند. بنی صدر کوتاه زمانی بعد از پیروزی در انتخابات و شروع جنگ ایران و عراق با حزب جمهوری اسلامی درگیر شد و نهایتاً با جانبداری خمینی از آخوندها به علت عدم کفایت سیاسی مورد استیضاح مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و برکنار شد. بعد از اون با مجاهدین خلق ائتلاف کرد و همراه با مسعود رجوی از ایران گریخت. در پی انتشار خبر درگذشت بنی صدر، حزب سوسیال دموکرات و سازمان‌های جبهه ملی در بیانیه مشترکی تأکید کردند که وی در دفاع از حق نه تنها تا دادگاه میکونس رفت، بلکه در افشاگری رژیم خونخوار جمهوری اسلامی
از هیچ کوششی کوتاهی نکرد. در مقابل اکثر خبرگزاری های جمهوری اسلامی خبر درگذشت ابوالحسن بنی صدر رو کوتاه و همراه با بدگویی منتشر کردند. این رسانه ها در شرح سوابق نخستین رئیس جمهوری اسلامی معمولاً فقط از عزل او توسط خمینی و فرارش از کشور یاد کردند، اما سایر رویدادهای دوری ریاست جمهوریش رو نادیده گرفتند. در این میان احمد زیدآبادی معتقده که بنی صدر در کشاکش سیاسی با معممین از جمله رفسنجانی مرتکب دو اشتباه مهلک شد. اشتباه اول معرفی محمد علی رجایی به عنوان نخست وزیر بود که از هر حیث در نقطه مقابل بنی صدر قرار می گرفت و رئیس جمهور را به گوشه رینگ کشاند. و اشتباه دوم بنی صدر برای مقابله با حزب جمهوری اسلامی به سازمان مجاهدین خلق نزدیک شد و به تدریج به صورت متحد اونها در آمد و با این تصمیم به گفته زیدآبادی عملاً تیر خلاص رو به خودش شلیک کرد. دکتر تقی‌زاده، بنی صدر می گفت سقوط جمهوری اسلامی محتمل نیست، قطعی است. چرا نتونست هیچ جبهه معتبر و قوی رو برای براندازی رژیم اسلامی تشکیل بده؟ ارزیابیتون رو از کارنامه سیاسی ابوالحسن بنی صدر بفرمایید برامون. چه که از آقای زیدآبادی شما یاد کردید، ذکر ماوقع با دادن یه مقدار رنگ شخصی بهش که این کارهایی که انجام گرفته که همه میدونیم انجام گرفته، عیبش اینه، حسنش اونه. بنی صدر رو برای شناختن باید شاید به دوران بچگیش برگشت، دورانی که حتی پدرش رو به عنوان همراه و موافق بر نمیتابه، به جای اینکه عمامه سرش بگذاره به دنبال کلاه میره و درس سر کلاس و دبستان. هیچ کجا ما هیچ سابقه ای نداریم که بنی صدر رفیق راه فکری مشخصی رو برای خودش حفظ کرده باشه. در پاریس هم به نوعی شاید در انزوای سیاسی بود. بنی صدر هرگز یک رهبر سیاسی نبود، ولی یک فرصت طلبی بود که از هر امکانی میخواست استفاده بکنه برای خودنمایی. عمق هم واقعا بنی صدر نداشت و این یکی از مشکلاتش بود. کسی که عمق نداره خب با جریانهای روز خودش رو سازش میده و چون این سازش مصنوعی هست دوام نمی کنه. اول با خمینی در میفته، بعد با حزب جمهوری اسلامی و همینطور که در گفته زیدآبادی اشاره شده بود خشم آقای رفسنجانی رو برمیانگیزه، یا از قول احمد قول نقل میشه که روز بردای فردایی که سعایت کرده بود آقای هاشمی به پدرش در مورد آقای بنی صدر، خمینی شب چشم گریان به رخت خواب برده بود که این هم باز خودش دروغه. خمینی فقط گریه به تظاهر میکرد در روزخانی ها و فکر نمی کنم که حتی در مورد مردن مصطفی پسرش هم اشکی از چشم او بیرون اومده بود. آدمی که بعد از 14 سال به ایران برمیگرده میگن چه احساس داری، میگه هیچی. چطور میتونه از اینکه به رفسنجانی بی احترامی کرده بنی صدر شب گریه بکنه؟ ولی در هر حال این دوتا آدم هایی بودن که فکر میکردن بازی رو باید انحصاری برنده بشن. بنی صدر گول مردمی رو خورده بود که شاید در این تظاهرات چند صد هزار نفری وقتی اینها رو جمع میکرد برای اینها حرف میزد، فکر میکرد اینها واقعا طرفدارشن و اینها تو خیابون میان پاش میستن و فکر میکرد که حرفای اول خمینی درسته و حالا باید برگرده به قوم، که همه اینها رو اشتباه میکرد. به عمق ریشه‌ای که آخوندها عبا و عمامه در فرهنگ مردم داشتن و وقایعی که پیش آمده بود آشنا نبود. یه آدمی بود که از فرنگ برگشته، مدت هاست از ایران دور بوده، جامعه امروز ایران رو نمیشناسه، با مسلمانی خوی اونطوری نداره، الفت اختی هم نداره و میاد بازیهایی رو میکنه که بازیهای منطقی نیست. جنگی رو شروع میکنه که تصور میکنه میتونه ببره، ولی به عنوان دونکشوت واقعا این آسیاست که اون رو خورد میکنه. در حال شخصیت پایداری نبود، ولی یک دروغ بزرگ در شروع کار بود. به نظر من نقشی که او در انحراف افکار مردم ایفا کرد به مراتب خورد کننده تر از نقشی بود که دو یار دیگر بیغ که شما از اونها یاد کردید داشتند.
در اشاره کردم به اینکه در خارج از کشور نتونست هیچ وقت یک جبهه متحد و معتبری رو ایجاد بکنه. میدونیم که دکتر شاپور بختیار تونسته بود نهضت مقاومت ملی رو پیش ببره در خارج از کشور و خارجی ها روش حساب میکردن و شاید هم به همه خاطر بود که آخوندها او رو ترور کردن. چرا بنی صدر نتونست بعد از ترور دکتر بختیار خودش مثلا رأساً بیاد و یک جبهه رو علیه اینها تشکیل بده و شاید هم مثلا میتونست موفق بشه اگر این کار رو میکرد؟ شما اشاره کردید در بخش قبلی مطلبی که مطرح شد به اینکه یک حزبی به اسم سوسیالیست و بقایای جبهه ملی در بیانیه ستایش کردن از بنی صدر که او منتقد جمهوری اسلامی بوده و سعی در باز کردن دست اونها. این هم باز یک دروغه، برای اینکه بنی صدر وقتی که فرار کرد، البته با اون وضعیتی که گفته میشه فرار کرده لباس زنانه و توالد و غیر زالد که وارد این جزئیات نمیشیم، وقتی فرار کرد از بیم جانش گریخت، ولی همچنان پایگاه دیگری رو در خارج از ایران نداشت و امید داشت اگر تحولاتی در داخل صورت بگیره به ایران برگرده و بخشی از این تخم مرغ‌های امید رو در سبد مجاهدین خلق گذاشته بود. ولی ارتباط با مجاهدین خلق هم به سرعت در پاریس، در غربت، در تبعید از بین رفت، تحلیل رفت و این ارتباط تدریجا به جایی رسید که دیگه ادامهش امکان پذیر نبود. بنی صدر آدم کاریزماتیکی نبود، سازمان دهنده هم نبود، واقعا در جای مناسب در وقت مناسب قرار داشت و بخت به او یار شد که پدری داشته مثل بنی صدر آیت الله که با خمینی رفیق بوده و به حال وقتی که خمینی در مونده بود که کجا باید بره از کویت، با وساطت یار دیگری گفتن حالا ما جای مناسبی در پاریس داریم، میتونیم بریم پیش بنی صدر. واقعا همه چیز در جهتی حرکت کرد که بنی صدر زیر این نورافکن ها قرار بگیره بدون اینکه خودش چراغی رو روشن کرده باشه و این وضعیت فقر، نداشتن استعداد برای سازماندهی و نداشتن قدرت تاثیرگذاری از عواملی بود که بنی صدر مانع شد تا بتونه وزن سیاسی تازه‌ای برای خودش درست بکنه و این قضیه تا آخر عمرش ادامه پیدا کرد. بله دکتر تقی صدیقی، قبل از اینکه به این مبحث پایان بدیم در مورد بنی صدر، دو مورد رو میخواستم باهاتون چک بکنم. یکی اینکه میگویند که بنی صدر مانع از دیدار خمینی با شاپور بختیار شد در اون روزهای ملتهب انقلاب. اگر یادتون باشه بختیار داشت میرفت به پاریس و بنا داشت که با خمینی ملاقات بکنه و با او بشینه پشت میز مذاکره، ولی میگویند که بنی صدر وقتی آگاه میشه از این جریان زنگ میزنه به پسر خمینی و میگه اگر بابات با بختیار بشینن پشت یک میز، آخر سر بختیار به عنوان رهبر ایران بر میگرده و بابای تو در تا آخر عمر در پاریس باید به عنوان تبعیدی باقی بمونه. و مورد دوم در مورد لو رفتن کودتای نوژه است که میگویند بنی صدر دست داشت در اینکه این عوامل این کودتا رو خلاصه به سپاه و به طرفدارای خمینی معرفی کرد و جلوی این کودتا رو گرفت. نظرتون چیه در مورد این دو مورد؟ در مورد توصیه او به خمینی از طریق احمد پسر خمینی که ملاقات نکن با شاپور و بختیار، بنی صدر تنها کسی نبود که روی خمینی تاثیر داشت، یزدی و قطب‌زاده هم این نقش رو داشتن، رفسنجانی هم از راه دور این نقش رو داشت و احمد به خصوص این نقش رو داشت. کسانی بودند که با او در ارتباط بودند و شاید حتی مشاورین خارجی هم وجود داشتند که به او توصیه می‌کردند که این رو بپذیر یا نپذیر. قبول بکنیم آقای فرهودی، این انقلاب واقعا انقلابی بوده که دومش در چند جا علاوه بر سفارت آمریکا در تهران خارج از ایران هم بند بوده. شما رمزی کلارک رو فراموش نکنید که کنار آقای خمینی در نقره شاتو می نشینه و با اون مذاکراتی میکنه که هنوز متن اون مذاکرات به طور روشن منتشر نشده. در مورد توصیه شخص بنی صدر، خودش این نکته رو قبول نکرده، به اون نسبت داده میشه، ولی امکان این کار هست، البته با توصیه یا مشورت هایی که شاید کشورهای خارجی هم در اون زیمدخل بودن. بختیار مایل به رفتن پیش خمینی بود، مایل به گفتگوی مستقیم با او بود،
و انتظارم داشت که این کار انجام بشه، ولی همونطور که شما گفتید این کار هرگز عملی نشد و به هر حال روند قضایا به جایی ادامه پیدا کرد که افتاد. دانی بله، این هفته مصادف بود با دومین سالگرد ربوده شدن روح الله زم، روزنامه‌نگار افشاگر و مدیر کانال خبری آمد نیوز در عراق، که بعد از یک محاکمه صرفاً نمایشی توسط قاضی فاسد و بی‌رحم ابوالقاسم صلواتی به قتل او منجر شد. دختر 18 سالش نیاز توییت کرد که در دومین سال ربودن پدرم نه فراموش میکنیم و نه میبخشیم هرگز، و بعد با اشاره با این گفته پدرش در یک مصاحبه تلویزیونی با علی رضوانی بازجو و بازجو مجری صدا و سیما نوشت: شما میگویید اختشاشات، ما میگوییم اعتراضات. دکتر تقی‌زاده، همین روز گذشته خبر رسید که نیروهای امنیتی ترکیه از بازداشت 8 عضو یک شبکه جاسوسی ایران خبر دادند. فیلم کوتاهی هم از دستگیری 2 نفر از اعضای این شبکه در حال اجرای توطئه‌ای برای ربودن یک مقام نظامی سابق ایران از شهر وان و انتقالش به ایران منتشر شده. ظاهراً علی‌رغم انتقادات گسترده از عملیات ربودن روح الله زم، نیروهای اطلاعاتی و امنیتی ایران با گستاخی به این نوع عملیات ادامه میدن. هیچ تفکر خاصی در دومین سالگرد ربایش زم توسط اطلاعات سپاه و مسئولیتی که دو کشور فرانسه و عراق در قبال این ربایش دارند دارید؟ در مورد روح الله زم اول اشاره کوتاهی بکنم که اون چی که بر سر او آمد واقعا جای تأسف باقی گذاشت، ولی خود آقای زم هم در اتخاذ تصمیمی که به این سرنوشت دردناک منجر شد خالی از سهم نبود. او بود که تصمیم گرفت به عراق بره و شاید گول واسطه هایی رو خورد که نباید میخورد. او که پدرش به هر حال در این دستگاه کار میکرده، این آدم ها رو میشناخته، خودش در اون دستگاه زندگی کرده، در با این رژیم همراه و هم نفس در برهه‌ای بوده، واقعا باید شناخت بیشتری از میزان و عمق وحشیگری این عوامل جمهوری اسلامی داشت. اونهایی که در شروع انقلاب جوخه‌های اعدام رو به اروپا میفرستادن و بیش از 100 نفر از مخالفین جمهوری اسلامی به دست این عوامل خارج از ایران ترور شدن، و همونطور که شما به درستی گفتید تعداد زیادی از اینها ربوده شدن از ترکیه بخصوص و همینطور از عراق. ولی در مورد اخیر که در گفته شما هم بود، اعلامیه‌ای که ترک‌ها دادن، اولا این قضیه در ماه سپتامبر صورت گرفته، چیز تازه‌ای نیست، ولی چطور مسئله حادی که از اون فیلم هم گرفتید یک ماه قبل صورت گرفته حالا ازش یاد میکنید؟ این از بخشی از هزینه هایی است که جمهوری اسلامی در ارتباط با اهمالی که در شمال کشور کرده و تشنجی که در ارتباط با جمهوری آذربایجان پیش آمده حالا میپردازه. روابط اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی با عوامل دولت آقای اردوغان روابط بسیار نزدیکی بوده و هست. دولت ترکیه آمار عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی رو در ترکیه و خصوص در استانبول داره، حرکات اونها رو باهاش آشناست، اگر جایی لازم است به اونها اجازه میده، چشم میبنده، مثل ترورهای متعددی که در طول چند سال گذشته عوامل جمهوری اسلامی در ترکیه صورت دادن و عملا ترکیه به روی اونها چشم بسته، نقل و انتقالات انسانی، آدم ربایی هایی که دولت اردوغان به روی اونها چشم بسته. ولی در جاهایی وقتی میخواد به اونها تلنگر بزنه، مثل همین موردی که با چند هفته تاخیر اعلام میکنه و اطلاعات درست و روشن هم نمیده که یک نظامی ایرانی، اگر مردی خود اسمش هم بگو، حالا ممکن است بگن که ممکنه مسئولیت امنیتی ایجاد بکنه و غیر ذلک، ولی این رو میخوام بگم که متاسفانه دولت اردوغان همکار امنیتی جمهوری اسلامی است. ایرانیان معترض در ترکیه واقعا امنیت کامل ندارن و باید از خودشون مراقبت بکنن، و دولت ترکیه در جایی که با این عوامل رابطه حسنه داره چشم میبنده و اینها میتونن بکشن، میتونن ببرن، و وقتی میخواد یه تلنگر به اونها بزنه وضعیتی پیش میاره که ما شاهد اون بودیم، چنانکه در مورد قاشقچی هم همینطور شد، چشم رو بستن وقتی یه قتل صورت گرفت تا
تازه اینها شروع کردن به علم شنگه کردن که آقا قاچاقچی رو در کنسولگری عربستان در استانبول قطعه کردن و غیر ذلک. میخوام نتیجه بگیرم که عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی در هماهنگی و همکاری و اطلاع عوامل اطلاعاتی ترکیه عمل میکنن، ولی این مناسبات در طول ماهای اخیر مقدار زیادی متشنج شده. بله دکتر تقی‌زاده، اینجا یک جمله معترض خدمتتون عرض کنم. بعضی از طرفداران روح الله زم در این ایام اخیر و همینطور در سال گذشته که دستگیر شد توییت کرده بودن، تکست فرستاده بودن و از شما میخواستن که موضع خودتون رو دقیقا روشن کنین، چون شما کسی بودی که میگفتین زم ارتباط داره با دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی و میخواستن ببینن که آیا شما حاضر هستید که از اون چیزی که گفتید عقب نشینی بکنید و یک نوع مثلا عذرخواهی برای خانواده زم مثلا. نه به هیچ وجه من عذرخواهی ندارم که مطرح بکنم، برای اینکه اون چیزی گفتم بهش باور داشتم. شما یک بار دیگه هم این موضوع رو مطرح کردید. من کاملا متاسفم و احساس دلسردی میکنم و شاید تا حدی هم عصبانی که جمهوری اسلامی یک جوانی رو به جرم پخش اطلاعات از بین میبره. من مخالف اعدام هستم. همین روزها که من و شما داریم هم صحبت میکنیم، پرونده یک جوان دیگری مطرح در جمهوری اسلامی در 17 سالگی، یک قتل مشکوک رو به اون نسبت دادن، اعتراف خاص از اون گرفتن و این آدم 8 ساله که با مرگ داره زندگی میکنه. چطور میشه؟ فقط باید کسی در اون فضای اعدام، مردن، کشته شدن قرار بگیره تا بتونه درک بکنه معنی این احساس تلخ و چندشاور واقعا چی میتونه باشه. یه جوان 17 ساله در جایی اعتراف کرده و حالا 8 سال او رو با مرگ نفس به نفس نگه داشتن. من مخالف اعدام هستم. در مورد روح الله زم این مخالفت رو حالا قوی تر از پیش دارم، ولی در این مورد که آقای زم اطلاعاتش از داخل ایران میگرفت، همچنان من به حرف خودم پایبندم، ولی در این که نیت لطمه زدن به جمهوری اسلامی رو داشت، من الان شکی ندارم. جمهوری اسلامی جمهوری نبوده که آقای روح الله زم به عنوان نمایندش احتمالاً به خارج از کشور آمده باشه و نیتی جز اون داشته باشه که به زبون می آورد. خام بوده، بله، بی تجربه بوده، بله، شناخت کافی از مناسبات بین الملل نداشته، بله، فرانسوی ها به او هم به نوعی بی‌اعتنایی کردن، بله، ظلم کردن، بله، ولی تصمیم آخر رو خود او گرفت که به عراق رفت. و همچنان من تأکیدم بر این آقای فرهودی که هیچ کس نمیتونست با سابقه اندک و تجربه اندک آقای زم در امور خبری دست به اسناد و مدارکی پیدا بکنه که او در برنامه‌های مختلف منتشر میکرد. در شروع کار و تا ادامه کار، تا انتهای کار، این اطلاعات از داخل ایران میامد، چون در ایران یک سازمان اپوزیسیون منسجمی علیه رژیم وجود نداره. اپوزیسیون حکومت هم در شکم خود حکومته و این عوامل حکومت هم که به اطلاعات رو میدن و به خارج میفرستن. در این مورد چه کسی بایستی عذرخواهی بکنه از این که این واقعیت رو گفته؟ من هنوز بر این باور هستم، ولی باور دیگرم این است که آقای زم نیت خدمت به جمهوری اسلامی رو نداشت. بله کاملا درست میفرمایید. در صحبتایم که با من داشت همیشه این رو میگفت که طالب سرنگونی جمهوری اسلامی. به هر صورت روح شاد و یادش گرامی. روز 20 مهر برابر با 12 اکتبر یادداشتی در وال استریت جورنال، پرتیراژترین روزنامه چاپ آمریکا، منتشر شد تحت عنوان رسانه‌های غربی حقیقت درباره ایران را به شما نمیگویند. نویسنده این مقاله حسین رونقی، بلاگر و مدافع آزادی بیان در ایران بود که معتقد خبرنگاران غربی چهره واقعی ایران رو برای مخاطبین ترسیم نمی کنند. آنها به جای بازتاب دادن اعتراضات ما و ویدیوهایی که درباره وضعیت کشور در اینترنت می گذاریم، ترجیح می دهند در مورد مراکز خرید جدید مقاله بنویسند و واقعیت‌های روزانه این کشور را نادیده بگیرند. به نوشته حسین رونقی، رسانه‌های غربی در واقع تصویر یک ایران تخیلی رو به شما نشون میدن. دکتر تقی‌زاده، موافقید با این ارزیابی؟
مخالف اون نیستم، ولی قبل از اینکه توضیح بیشتری بدم باید یه نکته رو بهش تاکید بکنم. در سیاست آقای فرهودی هیچ رویدادی تصادفی نیست. پشت هر ماجرا یه دستی هست، یه انگیزه ای هست، منافعی قرار داره. و وال استریت جورنال هم مثل بعضی از روزنامه‌های به زبان انگلیسی که از خاورمیانه تغذیه میشن منافعی رو در این مورد تعقیب میکنه. حتی وقتی اعلام میکنه که رسانه از قول آقای رونقی که شما بهش اشاره کردی که رسانه‌های خارجی به مسائل داخلی ایران توجهشون توجه کانالیزه شده است و چیزهایی رو که میخوان منعکس میکنن، همین مقاله هم از این نوعه، ولی حقیقت داره. یک سازمان سیاسی وجود داره که عوامل ایرانی و آمریکایی درش وجود دارن، اتحاد برای دموکراسی برای ایران، که اونها پشت این ماجرا بودن و این موضوع رو تغذیه کردن و انتشار این مقاله در وال استریت جورنال هم یکی از کارهای اون گروهه. بنابراین نباید یک لحظه به خودمون تردید راه بدیم که مقاله وال استریت جورنال هم خودش به شکل هدفدار منتشر میشه، هرچند که داره یک واقعیتی رو منعکس میکنه. درسته واقعا روزنامه ها رسانه های خارجی تصور دارن که اون چیزی که باید منافع اونها رو تأمین بکنه دنبال بکنن، به نوعی قلم به مزد هستن و مسائل واقعی داخلی ایران رو منعکس نمیکنن. بله. در این حال مسعود کاظمی روزنامه‌نگار با ریتوییت کردن این مقاله نوشته حسین رونقی کاری رو کرد که وظیفه بسیاری از روزنامه‌نگاران مثل من بود و باید انجام میدادیم. کمکاری و مصلحت سنجی ما باعث میشه او تمام خطرات را به جان بخرد و چهره واقعی ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی رو برای جهانیان تصویر کند. برخی از کاربران دکتر تقی‌زاده در واکنش به این مقاله و توییت مسعود کاظمی از او و دیگر روزنامه‌نگاران خواستند که از این به بعد راه حسین رونقی رو ادامه بدن. به نظر شما آیا به خبرنگاران گفته میشه که راجع به وضعیت اسفبار نقض حقوق بشر یا نکات منفی دیگر در مورد ایران ننویسن، یا اینکه خود خبرنگاران غربی از ترس درگیر شدن با دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی به قول معروف سعی می‌کنند که نه سیخ بسوزه نه کباب و چیزی ننویسن که باعث دلخوری دستگاه‌های امنیتی بشه؟ آمیزه ای از هر دوه و شما این رو خیلی خوب می‌دونید آقای فرهودی. سال‌های دراز اینجا زندگی می‌کنید، در رسانه‌هایی که با ایران ارتباط نزدیک داشتن آشنا هستید. آمیزه ای از این دوست یعنی مقداری خودسانسوریست، خودشون رو نمیخوان پشتشون رو با شاخ گاو آشنا بکنن، از کنار قضیه بی اعتنا میگذرن. مسائل مربوط به ایران مسئله داغی نیست که اونها رو وادار بکنه به پشت گرفتن این نوع خبرها. البته از طرف روزنامه ها به اونها توصیه هم میشه، روزنامه ها منافع خودشون رو میخوان حفظ بکنن و جمهوری اسلامی در این زمینه فعاله، بعضی از روزنامه‌ها رو تغذیه میکنه، بعضی از روزنامه‌نویس‌ها رو خارج از ایران خارجی تغذیه میکنه و فعالیت‌ها از نوعی که شما توی گزارش داشتید آقای رونقی نوشتن این مقاله به ندرت صورت میگیره. طبیعی است که اگر این شدت پیدا بکنه، یکی اول مشکل عمده این است که اگر که 4 نفر دیگه مثل او پیدا بشن کی میخواد این مطالب رو چاپ بکنه و پیدا کردن جای چاپ مجانی برای این مقالات بسیار تنگه، واقعا تنگه. ولی به هر حال وبلاگ نویس ها که دنبال نیویورک تایمز و وال استریت جورنال نیستن، در همون وبلاگ خودشون مطالب رو میتونن منعکس بکنن و این مسئولیت همه ماست، من این رو قبول میکنم. اگر که زیاد شدن کسانی که تصویر واقعی ایران امروز رو منعکس میکنن برای قضاوت خارجی ها، حکومت همه رو نمیتونه توی زندان بکنه. ولی وقتی یکی بود قضیه همون بستن ترکه ها به همه و یا جدا نگه داشتنش و آسان بودن شکستن یکی که آنها. دکتر تقی‌زاده ظاهراً یک تلویزیون فارسی زبان دیگر در لندن داره آماده میشه که فعالیت خودش رو شروع کنه. اطلاعاتی دارین شما در این زمینه؟ من خیلی این رو هم یک بار از شما شنیدم، واقعاً اطلاعات درستی از این که
این تلویزیون کی و به دست چه کسی راه اندازی میشه ندارم، ولی میدونم که آدم هایی که شناخته شده بودن یا شناخته شده هستن در طول این چند سال فعال بودن در تلویزیون های به قول فرنگی ها مینستریم، تلویزیون های مینستریم ایران اینترنشنال، بی بی سی است، منوتوست، و اگر کسی که توی اون یکی از این سه شبکه جا افتاده شناخته شده ابدا به ساکن اونجا رو ترک میکنه و بعد میشنویم که انگیزه ادامه کار داره، بعد میشنویم که خب قرار است یک جای دیگری باز بشه و نتیجه میگیریم که این جای دیگه شاید تلویزیون باشه. این شاید خبر خیلی خوشی نیست، من رو خیلی خوشحال نمیکنه، برای اینکه کسی که سرمایه گذاری کلان دوباره میکنه برای ایجاد یک شبکه دیگه، یکی اینکه کار شبکه های دیگر ممکنه دشوار بکنه، دو اینکه امیدوار نیست که این حکومت به زودی واژگون میشه و این شاید مقداری دلسردی هم ایجاد بکنه، ولی به هر حال من هم مثل شما شنیدم آقای فرهودی. بله، تلویزیونی هست به نام ایندیپندنت. حالا سوالم اینه که آیا فکر میکنین که بازار در ایران انقدر یعنی هنوز جا داره برای یک تلویزیون فارسی زبان دیگه، یا اینکه واقعا اشتباه شده و مردم دیگه نیازی واقعا ندارن که به یه تلویزیون دیگه مراجعه کنن برای گرفتن اخبار روزانه‌شون؟ آقای فرهودی، شما با این واژه نیش مارکت خوب آشنا هستید. بله. مادرش تو فارسی میشه بازار بکر. بازار بکر همیشه برای کالای بکر وجود داره. شما اگر کالایی رو که عرضه میکنید چیزی باشه که شبیه کالای دیگر نیست، یقینا خریدار پیدا میکنه. این یک نکته. نکته دیگه این است که کالای با کیفیت بالا حتی مشابه کالای دیگه باز همیشه خریدار داره. در بین اپوزیسیون ما در طول سالها شاهد رشد قارچی تعداد و کاهش کیفیت بودیم. صدها گروه سیاسی درست شده، شاید صدها کم باشه در انعکاس رقم واقعی، که 5 نفر 7 نفر دنبال هم نشستن یک گروه درست کردن و خودشونو جبهه، نمیدونم کنگره، نمیدونم از این الفاظ گنده گنده که فقط دهان رو پر میکنه و بعد از باز کردن جز بخار توش چیزی بیرون نمیاد، درست کردن. خب اینا نمیتونستن توی 2-3 سازمان مؤثر و فعال جمع بشن دور هم دیگه، هر کس میخواسته خودش این کارو بکنه. در مورد رسانه ها متاسفانه این وضعیت هست. چرا؟ وضعیت امروز کافیه برای اطلاع رسانی خارج از ایران به داخل ایران. اطلاعاتی که از داخل ایران به خارج از ایران میره کمتر وسیله این رسانه ها منعکس میشه، برای اینکه امکان نمایندگی در ایران رو ندارن. بیشتر کسانی هستن که آدم آزاد ناشناس هستن، یا فیلم تهیه میکنن، یا به بلاگ دارن، یا صفحه تلگرام دارن و غیر ذالک. اطلاعات از خارج به داخل باید، و ایران، مردم ایران هم به هر حال وقت کافی باید برای همین شبکه ها بگذارن. به اندازه 4 تا یا 5 تا از این شبکه ها وجود داره و بعضی از اینها 24 ساعته برنامه دارن. چطور باید تو این بازار حالا یه شبکه دیگر رو هم علاوه بکنیم؟ ولی به هر حال خب کسانی که میخوان این سرمایه کلانه بذارن یک مطالعه بازار میکنن و حتما یک پیشتر هم برای این کار دارن، ولی نمیدونم، شاید کار خیلی درستی نیست. بله. خب دکتر تقی‌زاده، چند تا پرسش هم از طریق توییتر براتون اومده که در اینجا بازگو میکنم. کاربری به نام یاسمین نوشته میخواستم نظر شخصی ایشون رو راجع به وزیر خارجه جدید رژیم بپرسم. چطور ارزیابیشون میکنن از نظر شخصیت و فهم کاریش؟ ایشون بالاخره یک سر و گردن به نظر من از آقای ظریف بلندتره، ولی در حد قد. از لحاظ فهم کاری، از نظر شعور سیاسی چی فکر میکنید؟ میدونید یک صحبتی کرده بود در رابطه با این پولایی که در کره جنوبی دارن، گفته بود اگه به کره جنوبی گفته بود که اگر پولای ما رو ندید اون سریال های شما رو نگاه نخواهیم کرد، تحریم میکنیم و اینا، که باعث خنده خیلی ها شده بود. میگن آقای فرهودی این درسته، تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد، و ایشون آقای وزیر خارجه تازه از زمانی که این منصب رو به او دادن حرف زیاد زده، بنابراین دست خودش رو خیلی راحت باز کرده.
واقعا مضحک است. یک کشور 85 میلیونی یک آدمی از توش بیرون میاد به عنوان وزیر خارجه. حتی اگر راه دور نخواهیم بریم و با وزرای خارجه وزین دوران پیش از انقلاب بخوایم این جقله قد بلند رو مقایسه بکنیم، همین بابایی که الان تا چند ماه پیش وزیر خارجه بود دست کم میتونست با یه کسی دیگری که داره گفتگو میکنه به زبون آدم حرف بزنه. این آدم مدعی است، جاه طلبه، بی سواده و خیلی عشق به حضور در مجامع داره و هر کجا که حاضر شده مثل رئیسی برای خودش و برای حکومتش بی احترامی و خفت و خاری و مضحکه خریده. بله، اگه یادتون باشه در یک مراسمی شرکت کرده، نمیدونم در کجا بود، در یکی از این کشورهای در عراق، در عراق بود و در جایی که رفت ایستاد جای یکی از رهبران کشورها بود که نخست وزیر امارات هم خیلی مسک عصبانی شد و یک چشخوره‌ای بهش رفته بود که چرا تو اومدی اینجا ایستادی به جایی که بری سر جای خودت به عنوان وزیر خارجه. بر صورت کاربری با نام مستعار آخوند کوچولو پرسیده لطفاً نظر ایشان را در مورد سالگرد آبان و امکان برگزاری اعتراضات سراسری دیگر در ایران بپرسید. کسی میتونه این پاسخ رو بده که یک سازمان سیاسی داره و قصدش این است که در ماه آبان تظاهراتی رو با هر تعدادی که حالا در اختیارش هست امکانش رو داره شروع بکنه؟ من این امکانات رو ندارم. امکان داره که این اعتراضات شکل بگیره، امکان داره که این اعتراضات شکل نگیره. واقعیت این است که جامعه ایران یک جامعه در حال انفجاره، واقعا در حال انفجاره. نمیدونم شما چقدر با مردم در داخل ایران در ارتباطید، ولی این ارتباط رو من دارم، ارتباط سازمان نیافته. رفیق دارم، خیش دارم و روزانه با اینا صحبت میکنم در جاهای مختلف ایران. مهم نیست که شما با یک کسی که سابقا عضو طبقه متوسط بوده، شغل اداری داشته یا شغل اداری داره، مهمی با کی صحبت میکنید. یک نفر رو پیدا نمیکنید که وابسته به هسته مرکزی قدرت نباشه و ناراضی هم نباشه، عصبانی هم نباشه، به سطوح نیامده باشه. واقعا وضعیت ایران وضعیت غریبی است. واقعیت این است که تعجب برانگیزه که چطور این وضعیت تا به حال ادامه پیدا کرده و هر روز این وضعیت بدتر میشه. بنابراین در هر لحظه‌ای، در هر روزی با یک جرقه‌ای که من نمیدونم چه شکلی داره، آشنا نیستم باهاش، این اعتراضات میشه دوباره تکرار بشه، تجدید بشه. بدون شک در جایی در زمانی ما موج این اعتراضات رو خواهیم دید. آیا این ماه آبانه؟ واقعا من نمیدونم. بله، دو پرسش بعدی به هم مرتبطند. کاربری به نام ایرانی پرسیده دلیل اینکه طیف‌ها و گروه‌های مخالف حکومت ایران با هم متحد نمی‌شوند و تک روی می‌کنند چیست؟ چرا نمیخواهند قبول کنند که ایران متعلق به تمام ایرانیان با عقاید مختلف است و برای شکستن پشت حکومت مستقر اتحاد ضروری است؟ کاربر دیگری به نام کوروش میگوید بپرسید با این وضع اپوزیسیون که هیچی نداره، نه برنامه، نه مهره، نه تشکیلات، نه ارتباط با داخل، نه نفوذ در رسانه‌ها، و با وجود اینکه اصلاح طلبان و مالکشان رژیم همه جا هستن، اساساً امیدی دارید که رژیم عوض بشه یا باید منتظر فروپاشی و هرج و مرج باشیم تا شاید 200 سال دیگه درست بشه؟ فروپاشی هم آقای فرهودی نتیجهش تغییر رژیمه. در هر حال این حکومت تغییر میکنه، این رو من کاملا بهش امیدوار هستم، نه از نوع امیدی که شما از قول ابوالحسن بنی صدر نقل کردید. حکومت دیکتاتوری در هر کجای دنیا یکی از خصیصه هاش بی‌ثباتی است. این حباب باید فقط به جای مناسب در لحظه خاص برخورد بکنه تا بترکه و نیروی زیادی هم نمیخواد. این کار رو من باور ندارم که اون چی که به عنوان اپوزیسیون میشناسیم در وضعیت فعلی داخل ایران
و خارج از ایران قادر به انجامش باشه. بنابراین باید به دنبال الگوهای دیگری باشیم خارج از ساختار کنونی اپوزیسیون. اپوزیسیونی که بی محتوا هست دوراندیش هم نمیتونه باشه و چون دوراندیش نیست به دنبال راهکار هم نبوده و نیست و وقتی بهش یک بازار موقت میدن چنان که به خیلی از این گروه ها دادن، چند تا جوان 40 تا دور هم جمع شدن، یک کسی دیگه اومد بعد از اونا گفت من میخوام یک دوران رو مدیریت کنم و از این حرفای گنده گنده به اینا حتی میدان هم دادن ولی چون محتوا نداشتن مثل چراغ نفتی خاموش شدن و از بین رفتن. بنابراین قید این اپوزیسیون رو بایستی زده تلقی کرد، باید منتظر تحول سیاسی تازه‌ای شد. من نمیگم حتی این اپوزیسیون خونه تکانی بکنه، برای اینکه خونه ای نداره که تکان بده، ولی در اینکه مردم ایران شاهد تغییر حکومت در ایران خواهند بود کمترین تردیدی ندارم. حتی اگر این اتفاق یک سال آینده بیفته، نمیگم که آقا یک سال پیش من اصلا فکر نمیکردم که چنین اتفاقی بیفته، نه، دیکتاتوری هایی هستن، رژیم هایی هستن که ثابت نیستن، ماندگار نیستن، متزلزلن و همیشه به دنبال وسیله ای هستن که بتونن مقدار این ضریب تزلزل رو کاهش بدن. چطور ضربه میخورن اون رو واقعا من نمیدونم، برای اینکه الگوی تغییر جمهوری اسلامی رو الان پیش چشم ندارم، ولی در اینکه این تغییر اتفاق خواهد افتاد کمترین تردیدی ندارم. خب این کمترین تردید و خب دکتر تقی‌زاده خیلی میگن اینطوری خواهد شد، مسئله همین زمانشه تا کی باید صبر کرد که این حباب بترکه. شمارش معکوسی برای جمهوری اسلامی شروع نشده، این رو همه ما میدونیم. میتونه این وضع 4 سال ادامه پیدا بکنه، میتونه این وضع 4 ماه ادامه پیدا بکنه، یعنی پیدا کردن نقطه شمارش معکوس. بله، من نمیخوام گول بزنم طرفهای برنامه شما رو بیننده یا شنونده، ولی وقتی نگاه میکنیم به مثلا کشوری مثل ونزوئلا میبینیم وضعیت اونها وضعیتی است به مراتب وخیمتر از وضعیتی که مردم ایران دارن، از نظر تورم و نظر کمبود، و نگاه میکنیم میبینیم به ذخیره‌های انرژی این کشور، با این حال یک ابلهی مثل مادورو که از نظر سواد هم ارز رئیسی است، از نظر قد هم ارز وزیر خارجه یا آقای رئیسی، همینطور آویزان به قدرت باقی مونده، در حالی که اپوزیسیون دارن، اپوزیسیون وجیه المله بوده، رضایت و جلب حمایت خارجی رو تونسته بخره برای خودش، بیش از 60 کشور او رو به عنوان رئیس دولت به رسمیت شناختن، ولی مادوروی راننده اتوبوس همچنان سر کاره. بله، ادامه پیدا میکنه تا بی نهایت، مطمئنم که این ادامه پیدا نمیکنه. ونزوئلا به زودی، این به زودی هم فرق میکنه با به زودی شروع مذاکرات اتمی، به زودی این تغییر ما خواهیم دید. ونزوئلا تغییر میکنه و با همین نرخ حکومت جمهوری اسلامی هم تغییر میکنه. یقینا این حکومت حکومت ماندگار نیست. شما میدونید که خامنه‌ای چه مدت زنده خواهد بود؟ 6 ماه، 2 ماه، 3 ماه، نمیدونم. ببینید آقای فرودی، چند روز گذشته در یکی از این رسانه ها مسئله مسموم شدن تعدادی از رهبران سیاسی آفریقای جنوبی مطرح شده که این تا حد وزیر و معاون رئیس جمهور هم رفته. با خوندن این مطلب من یاد رفسنجانی افتادم، یکی از قتل‌های سیاسی که در ایران احتمالاً صورت گرفت، قتل سیاسی که اگر صورت گرفته خانواده رفسنجانی هم روی اون سرپوش گذاشتن برای اینکه لطمه بیشتری نبینن، یا اختار گرفتن که این قضیه رو مطرح نکنن. نه کالبدشکافی صورت گرفت و نه اقدامی در این زمینه که اثبات بکنن آیا قتل اکبر رفسنجانی سیاسی بوده یا خیر. این قتل‌ها قابل تکراره و میتونه مسیر تاریخ ایران رو عوض بکنه. بله، اتفاقا حالا اشاره کردین به این مسئله، من یادم در یکی از برنامه‌ای که با روح الله زن داشتیم میگفتش که این قتل حدود 3-4 دقیقه طول میکشه و مستقیما برای خامنه‌ای پخش میشده. یادتون باشه وقتی اسامه بن لادن رو داشتن نیروهای کماندوهای ویژه آمریکایی دنبالش بودن در پاکستان، در اتاق ویژه کاخ سفید نشسته بودن آقای اوباما و آقای بایدن و خانم کلینتون و همه تماشا میکردن اون صحنه کشته شدن بن لادن، و زم معتقد بود که خامنه ای این 3-4 دقیقه رو نشسته بوده و
تماشا میکرده صحنه کشته شدن هاشمی رفسنجانی رو. من اینو باور ندارم، نه اون پیشرفت ماهواره‌ای رو جمهوری اسلامی داره تا بتونه از این صحنه ها زنده فیلم برداری کنه و پخش بکنه، و نه نظر امنیتی قابل انطباق با وضعیت داخلی ایران. قویا من تردید دارم در مورد حقیقت بودن این جنبندی که از قول آقای زم شما مطرح کردید، ولی میتونه در پشت این ماجرا دست داشته باشه، دست داشتنی که نمیخواد حتی مسئول دفترش از اون با اطلاع بشه. خیلی آسونه که شما یک سر تکون بدید یا از قول شما شخصی که مورد اعتقاد و احترام شما هست این خبر رو به عوامل اجرایی برسونه، این تصمیمی رو که گرفته شده ابلاغ بکنه، ولی مستقیما بشینه و تماشا بکنه، اون هم در جایی که نمیدونن واقعا در همون دفتر آیا یک عامل رفسنجانی وجود داره یا نه، یک عامل اطلاعاتی خارجی وجود داره یا نه، عامل اطلاعاتی اسرائیلی ها حضور داره یا نه، و این خبر رو میتونه درز بده به بیرون. نه، خیلی ابلهانه است اگر چنین کاری آقای خامنه‌ای کرده باشه، و باور ندارم چنین کاری کرده، ولی در این که اگر تصمیم اونها بوده و قد سیاسی بوده، آقای خامنه‌ای هم از اون مطلع، میشه این رو به نوعی قبول کرد. کافیه که شورت مثلا مردانه یکی از این آدمایی که هدف هستن آلوده به مقداری از این سم بشه، دوبار این رو عوض بکنن، و وقتی که طرف کشته میشه جای پایی هم حتی از اون باقی نگذارن. حالا چرا این جای پا رو پیش رئیس دفتر و حاجب و دستگاه بذارن، از تلویزیون هم ماجرا رو تماشا کنن که چی؟ نه واقعا این جنبندی خیلی جنبندی عدید من عقلانی نیست، مگر اینکه واقعا انقدر ازش بدش میامده که میخواستم اون لحظات آخر بدش میامده، تا خرخره ازش بدش میامده، برای اینکه همه دیکتاتورها از سایه خودشون هم میترسن و نسبت به او احساس وحشت دارن و کینه دارن، و از رفسنجانی هم این کینه رو به دل داشت، ما به دفعات این رو دیدیم، ولی اینکه دوم اینطوری به تله بده این بلاغت، این خشم و غضب نیست. بله، و ما به عنوان حسن ختام برنامه این هفته تصویری داریم از دبی. دوستان احتمالاً در خبرها دیدید که محمود احمدی نژاد برای تماشای نمایشگاه اکسپوی دبی همراه با همسرش به امارات رفته. این عکس از احمدی نژاد با شیخ محمد حاکم دبی در حال رانندگی است که کاربری زیرش نوشته الان احمدی نژاد به غرفه‌دارهای اکسپوی دبی میگه این چیزهایی که شما الان اینجا به نمایش گذاشتید رو تو دوره ریاست جمهوری من بچه ها تو زیر زمین تولید می کردن. دکتر تقی‌زاده، به نظرم عجیب آمد که شیخ محمد نخست وزیر امارات با اون همه کبکبه و دبدبه راننده ماشین حامل احمدی نژاد بشه. ظاهرا ممنوع الخروجی آقای احمدی نژاد هم حل شده این وسط. بله، البته این کبکبه و دبدبه دیگه شیخ محمد هم قواره های سابق رو نداره، به خصوص با حکمی که در یکی از دادگاه بریتانیا دو هفته قبل علیه او صادر شد و گفته شد که تلفن خانم سابقش رو گوش میکرده یا شنود میکرده و غیر زاده. برید مقایسه بکنیم، احمدی نژاد رئیس دولت سابق کشور بزرگی مثل ایران و شیخ زاید مسئول یک شهر به اسم دبی که جمعیتش به 1 میلیون هم نمیرسه. در حال فکر میکنم شیخ زاید از اینکه به عنوان رفیق احمدی نژاد کنار خودش بنشونه چیز زیادی از نظر اعتبار از دست نمیده. با سپاس از رضا تقی‌زاده عزیز برای حضور در برنامه پرسش و پاسخ از لندن. وقت شما خوش. دوستان عزیز، همچنین سپاسگزارم از شما که این برنامه رو از طریق وبسایت bijanfarhoodi.com و شبکه‌های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، اینستاگرام، تلگرام و شبکه آیدیا تیوی از طریق GLWiz دنبال می‌کنید. در یوتیوب هم میتونید مشترک صفحه بیژن فرهودی بشید تا هر ویدیویی رو که پست می‌کنیم بلافاصله از اون با خبر بشید و جزو اولین بینندگانش باشید. تا برنامه آینده ساعت خوشی برای شما آرزو می‌کنم. ایام می‌کنم.